اکنون تفسیر سوره فلق که این سوره در مکه مکرمه نازل شده است و 5 آیه دارد. الله سبحانه و تعالی می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای پیامبر بگو به پروردگار صبحیدم پناه میبرم از بدی تمام آنچه آفریده است و از بدی تاریکی شب آنگاه که همه جا را فرا گیرد و از شر زنان جادوگر که به افزون در گره ها می دمند و از شر حسدخور آنگاه که حسد ورزد. یعنی بگو پناه می برم به پروردگار که دانه هسته و صبحیدم می شکافت. من شر ما خلق این شامل همه انسان ها، جن ها و حیوانات می گردد که الله آفریده است. پس باید به آفریننده اینها از شر که در اینهاست پناه برد. سپس به صورت ویژن خاص بیان کرد و فرمود: و من شر غاسق اذا وقب، و پناه می برم به الله تعالی از شر که در شب هست، وقتی که خواب مردم را فرو می پوشاند و بسیار از ارواح شرور و حیوانات آزاردهنده پخش و پراکنده می گردند. و من شر النفاثات فی العقد، و از شر زنان جادوگری که برای جادوی خود از دمیدن در گره ها کمک می گیرند و بر آن جادو می کنند. و من شر حاسد اذا حسد، حسدخور کسی است که زوال نعمت دیگران را می خواهد و حسدخور برای از بین بردن نعمت از دست دیگران می کشد. پس برای باطل کردن نیرنگ حسدخور و سلامت ماندن از مکر و کیدش باید به الله تعالی پناه برد. چشمی بد نیز نوعی از حسدخوری است. کسی چشمی زند که حسدخور و بدجسم و دارای نفس پلید باشد، پس با طور خاص و عام به الله تعالی پناه برد و بر این دلالت می نماید به الله تعالی پناه برد و بر این دلالت می نماید که و بر این دلالت می نماید که جادو حقیقت دارد و از آن باید بترسید و از